سلام شاگردای عزیز، به خیر آمدین. خوب هستین؟ با درس ها چی حال دارین؟ امتحان ها نزدیک از درس میخوانین؟ خب درس گذشته ما چی بود؟ شین. حرف شین گفته بودیم. حرف شین صدای چی رو میداد؟ صدای ش. کدام کلمه ها رو به حرف شین خوانده بودیم؟ شانه. آفرین. شده. آفرین. مثلا شوخ، درست است؟ شوخ. خب تمام از اینا رو خوانده بودین، درست است؟ حرف شین چند دندانه داشت؟ سه. سه دندانه. چند تا نقطه داشت؟ سه. در کجا؟ در بالا. بالا. خب پس معلوم میشه که شما خوب درس میخوانید و در درسای گذشته هیچ کدوم مشکل نداره. امروز برای شما حرف ه رو معرفی میکنیم. حرف ه. ببینین ه دو چشمه چند شکل داره. یکی ه دو چشمه در قسمت اول بیایه، در قسمت وسط بیایه و ه دنبک یا در قسمت آخر بیایه یا ه گرده که به تنهایی خود میه. درست است؟ چهار شکل داره، تلفظش ه است و در هر قسمت کلمه میتونه بیایه. درست است؟ هم در اول، هم در وسط، هم در آخر. متوجه شوین؟ ببینید کلمه حرف چی رو گفتیم؟ ه دو چشمه. حرف ه دو چشمه. ه دو چشمه چهار شکل داره. یه دو چشمه چهار شکل داره. این شکل اولش هست، این شکل وسطش هست و این دو شکل که هست در قسمت آخر میه. یعنی هی دو چشمه میتونه هم در سر کلمه بیایه، هم در وسط کلمه بیایه، هم در آخر کلمه. یعنی ای اگر آمد میچسبه به یک حرف دیگه، اگر ای آمد یعنی به تنهایی خود میه. درست است؟ ای به تنهایی میایه میشه. فهمیده شد؟ ای از چی؟ هی دو چشمه. بگوین ه. هی دو چشمه صدای چی رو میتن؟ صدای ه. صدای چی ره؟ ه. خب یک مرتبه میره متوجه باشین، ما بر شما اشاره آسمانی میکنم، شما خوب دقیق طرف ما ببینین. ببینین دست مرا از بالا میاین گرد میکنین، دوباره همین خط با امتداد از او دور میتین بروی خط. این میشه هی دو چشمه. هی دون بکه متوجه باشین، از این طرف میاین یک خط، میرین بالا دوباره ای را گرد میکنین. این میشه هی دون بک. و هی گردک یک گرد میسازین، یک حلقه، یک حلقه زو جور میکنین. این میشه هی گرده. متوجه شدین؟ ببینین امیره براتون سر تخته نوشته میکنم، بعدا سر شما عملا نیره کار میکنم. یکی هی دو چشمه است، یکی به این شکل است که این همیشه در قسمت وسط میایه، در قسمت وسط یک کلمه میایه. درست است؟ و یکی هی دنبک است، این در آخر هر کلمه که بیایه با یک حرف قبل از خودش میچسبه. خب و حرف هی گردک است. هی گرده که از به تنهایی خودش میه، داخل کلمه میایه اما به تنهایی میه، با هیچ حرف دیگه نمیچسبه، وصل نمیباشه. این بود از حرفا. اینال یک مرتبه شما میره اشاره آسمانی کنین، من ببینم شکل هلال دوباره در بینش یک خط میره. هی دنبک میرفتین بالا گرد میکردین و هی گردک چی بود؟ یک حلقه میساختین. درست است؟ همین کار یک مرتبه در کتابچه‌هایتون اجرا کنین که من ببینم. پنسل‌هایتون رو بگیرین، نوشته کنین. هر کس نوشته کرد کتابچه خود بالا کنه که من ببینم کتابچه شد. آفرین. کدام حرف رو نوشته کردی؟ حرف ه. آفرین. این حرف چند شکل داشت؟ چهار شکل داشت. شکل اولش در کجا میامد؟ در اول. شکل دومش؟ در وسط. و این دو شکلش چی بود؟ آفرین. در آخر میامد. این حرف در پیش از حرف دیگه می آمد، می چسبیدم روی زو و این حرفش که هست به تنهایی خود میه، با هیچ حرف دیگه وصل نمیشه. این حرف هی دو چشمه بود، صدای ه میته. صدای چی میته؟ ه. از حلق تلفظ میشه. ببینه ه. صدای چی رو میته؟ ه. درست است؟ خب حالا کتابتون رو باز کنین، میریم به طرف کتاب. صدایش هم ه. بله صدای ه. ببینین در کتاب درس 15 متوجه باشین. درس 15 عنوان کتاب از پاکیزگی در خانه. آیا به نظر شما پاکیزگی خوب است یا بد؟ خوب است. پاکی به صحت ما فایده داره یا نداره؟ به محیط چهار اطراف ما فایده داره؟ بله، قسمی که در حدیث گفته بر ما شما گفته النظافت من الایمان، نظافت جز ایمان است. درست است؟ نظافت جز ایمان است. پس بر هر نفر فرض است که باید نظافت خود را مراعات کنه، نه تنها نظافت فردی، باید نظافت محیطی از چهار اطراف خود.
آیا به نظر شما این کار خوب است که فقط خودت و خانه‌ت پاک کنی، چهار اطرافت بانی هم تو آشغالت از خانه بگیری و بیرو بندازی؟ این کار خوب است؟ پس باید اول کوچه، محیط زیست، چهار اطراف خود، جامعه خود را پاک نگه کنیم، بعدن خود ما را. درست است؟ اول باید خود ما پاک باشیم، بعدن چهار اطراف خود را پاک بسازیم. درست است؟ خب، به همین عنوان برای شما چهار عکس دادن در مورد پاکیزگی. در عکس اول شما متوجه چی هستین؟ چی کار میکنه این بچه؟ دندانای خود میشوینه؟ چی میکنه؟ دندانای خود برس میکنه، نظافت فردی را اجرا میکنه. در عکس دوم چی میکنه؟ آفرین، دستای خود میشوه. در عکس سوم چی کار میکنه؟ پاک میکنه، در حال جورو کردن است، نه روی اولی را جورو میکنه. عکس چهارم چی رو بر ما نشان داده؟ خانه را چی میکنه؟ خانه را جورو میکنه. پس در کل کلن نظافت ها را بر ما نشان داده در مورد پاکیزگی است. پس ما میگیم پاکیزگی خیلی خوب است. درست است؟ ببینین این حرفایی که ما شما خواندیم هید و چشمه بود. گفتیم هید و چشمه چهار شکل داشت، صدای ه میداد، از حلق تلفظ میشد. این چهار شکل گفتیم که در اول، در وسط، در آخر با یک حرف میچسبه و یا به تنهایی خود میه. حالا میریم در این جمله میخوانیم و متوجه میشیم که در کدام قسمت آمده. درست است؟ خوب گوش کنین. هما و مهدی دندانها و دستهای خود را میشویند. ما باید همیشه متوجه پاکی خود باشیم. یک بار دیگه گوش کنین. هما و مهدی دندانها و دستهای خود را میشویند. ما باید همیشه متوجه پاکی خود باشیم. این حالی یک بار از پشت ما تکرار کنین. هما و مهدی دندانها و دستهای خود را میشویند. ما باید همیشه متوجه پاکی خود باشیم. آفرین. ببینین؟ هما و مهدی. خب. آفرین. مهدی دندانها و دستهای خود را میشویم. ما کلمه اشتا میکنم شما دقیق باشین ببینین در کدام قسمت ها حرف را که امروز خواندین آمده. از شما باز ما پرسان میکنم. ما با یاد همیشه ها می ش متوجه ج پاکی خود باش. خب یک مرتبه اول این جمله رو همراه ما بخونین. هما و مهدی دندانها و دستهای خود را میشویند. ما باید همیشه متوجه پاکی خود باشیم. خب برای من کی میگه که در کلمه هما هیدو چشمه در کجا آمده؟ در اول آمده. صدای چی رو میتر؟ ه. صدای چی رو میتر؟ ه. ببینین؟ ه.
او م آ ه او م آ چی میشه؟ هما چی میشه؟ آفرین هما. ببینین یک بار با انگشت برتون نشان میدم ه او م آ چند حرف شد؟ چهار حرف شد. آفرین. بعد از او کلمه مهدی. مهدی مهدی هیدو چشمه در کدوم قسمت آمده؟ در قسمت وسط آمده، درست است؟ در قسمت وسط آمده. هی را گفتیم صدای چی رو میده؟ ه. آفرین. مهدی ببینین مهدی. آفرین. خب در صدا کشی متوجه باشین یک مرتبه م آ ه د ای چند حرف شد؟ پنج حرف. یک بار اونال شما امرای ما بگوین م آ ه د ای. یا صدای چی رو داده اینجا؟ صدای ای رو داده. آفرین. کلمه دندان ها. دندان ها ببینین دن دان ها چند بخش شد؟ سه بخش شد، درست است؟ دن دان ها سه بخش میشه. در صدا کشی خوب دقیق باشین، میگیم د آن د آن ه آ چند حرف شد؟ هشت حرف. چند حرف؟ هشت حرف. خب ببینید در اینجا کلمه هفتم ما چی است؟ حرف هفتم ما چی است؟ ه. حرف هفتم ما چی بود؟ ه بود. خب بعد از اومیم در کلمه دست های. دست های باز در اینجا هید و چشما آمده، درست است؟ بعد از کدام حرف آمده؟ بعد از کدام حرف آمده؟ بعد از حرف ت آمده، نه؟ بعد از حرف ت آمده. خب این کدام کلمه است؟ خود. این کدام کلمه است؟ میشویند. آفرین. در میشویند آیا شین آمده؟ در کجا آمده؟ حرف چندم است؟ حرف سوم است. آفرین. حرف سوم است. خب این کدام کلمه است؟ این کدام کلمه؟ باید. آفرین. باید. یا صدای چی رو داده اینجا؟ آفرین. صدای یه داده. خب در کلمه همیشه هید و چشمه در کجا آمده؟ در اول. هید و چشمه گفته بودیم صدای چی رو میته؟ آفرین. صدای ه میته. خب آیا شما متوجه شدین که در قسمت آخرش هم آمده؟ همیشه، درست است؟ همیشه. اما در اینجا صدای چی رو داده؟ اه. صدای چی رو داده؟ اه. بگوی همیشه. صدای چی رو داده؟ اه داده، درست است؟ خب بعد از کلمه همیشه ببینید کلمه متوجه. متوجه در کلمه متوجه در قسمت آخرش دوباره اینمی حرف آمده، حرف ه آمده. و وقتی که ما تلفظ کنیم این کلمه را خوب متوجه باشین. ببینید متوجه در قسمت آخرش آیا صدای ه تلفظ میشه؟ متوجه. بله. پس چی میشه؟ ما در قسمت آخر صدای ه را تلفظ میکنیم، درست است؟ خب بعد از او ای کدام کلمه است؟ پاکی. حرفایشو بگوین. آفرین. اگر ای را صدا کشی کنیم باز چی میگیم؟ آفرین. میگیم پ آ ک ای. خب ای شد کلمه پاکی. در کلمه خود میگیم خ او د. خ او د این سه حرف است، درست است؟ بعد از او کلمه آخری که است کلمه باشیم. باشیم. باشیم هم دو بخش است. ب آ ش ای م. ب آ ش ای م چند حرف است؟ پنج حرف است. چند حرف؟ پنج حرف است. خب درس امروز ما معرفی کدام حرفا بود؟ هیدو چشمه. حرف چی؟ هیدو چشمه. چند شکل داشت؟ چهار شکل. یک شکل، دو شکل، سه شکل، چهار شکل. شکل اول گفتیم همیشه در اول کلمه قرار میگیره، درست است؟ و شکل دوم گفتیم همیشه در کجا میه؟ در وسط میه. شکل سوم و چهارم گفتیم در آخر کلمه میایه، اما بعضی اوقات ای به یک حرف قبل از خود میچسبه، اما ای حرفش که هست چیز به تنهایی خود میه. صدای چی رو میده؟ صدای ه. صدای چی ره؟ ه میده. ما در این جمله خواندیم و حرف امروز را معرفی کردیم، صدا کشی کردیم، بر شما یاد دادیم. کسی مشکل نداره؟ پس این جمله را در خانهایتون پنج دفعه نوشته میکنین از رویش در کتابچه، املایش کار میکنین و تلفظ این حرف از یادتان نره، درست است؟ دو تا جمله دارین، این را نوشته میکنین و پنج کلمه از دلتان نوشته میکنین. پنج کلمه نوشته میکنین،
که این حرفا درش آمده باشه. مثلا به هید و چشمه میگن هرات. هرات ببینید درش هید و چشمه آمده نه، در قسمت اول هم آمده. یا فرض مثال به این بله به این میگن بهار، در قسمت دوم شو آمده نه. و یا فرض مثال به این حرف میگن خانه، دانه. آفرین، دانه. در دانه چی است؟ این در قسمت آخرش آمده، درست است؟ و یا به این چی میگین؟ آفرین، میوه. بازم صدای ار داده. متوجه شدین؟ پنج کلمه نوشته میکنین که تمام این حرفا داشت استعمال شده، درست است؟ موفق باشین.